بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق ذوالجلال و الاکرام و درود و صلوات بر منجی عالم بشریت، فخر و کائنات، جناب حضرت محمد و مصطفی صلی الله علیه و سلم. اللهم صل علی محمد و آلی و اصحاب محمد. و یک سلام گرم صمیمانه دارم معذر همه شما خوبان بیننده که همکنون ما را از پرده های تلویزیونتان بیننده هستیم. امیدوارم بر کجایی که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشید. بازم خوش آمدید با یک روز دیگر و یک برنامه دیگر با یک به نام اصل حریوا. امیدوارم بر کجایی که هستید از برنامه لذت ببرید. و در بخش اول برنامه استاد عبدالخالق احسان مدیر مدرسه شاه ولی الله دهلوی را با خود داریم. آقای احسان خیلی خوش آمدید به برنامه. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه عرض سلام دارم خدمت بیننده های عزیز و علاقمندان برنامه عصر حریوا. تشکر آقای احسان عزیز. موضوع برنامه که امروز میخوایم صحبت کنیم درباره اهمیت و افق مهربانی و نکوش خشونت است. در آغاز اگه اهمیت صلح و عدم خشونت از دیدگاه اسلام رو بیان کنیم خیلی باشه. تشکر. بس خیلی مهم است که چقدر مهم است ما در زندگی خود و در جامعه خود و در محیط سیاسی و اجتماعی خود ما از مهربانی و رفق کار گرفته و از خشونت پرهیز بکنیم. بله. اصلا وقتی ما به منابع اسلام برمیگردیم، اسلام دین مهربانی هاست. اسلام دین عطوفت و بخشش و آشتی و صلح است. بله. و قضیه خشونت و قضیه پرخاشگری و قضیه برخوردهای فیزیکی اینا چیزا است که اینا در اسلام نیست. اسلام جایگاهی نداره. باید مواردی که ما در اسلام داریم، قضای دفاع از خود و قضای فتوحات و قضاوات اسلامی که ما داریم یا قضای جهاد در اسلام داریم، اونا بحث هاش کنن در جای خودش یک ضرورت بود. یعنی اصل در اسلام مهربانی و رفق و عطوفت و بخشندگی و این امور است. وقتی ما در آیات قرآنی و احادیث نبوی نگاه میکنیم زیاد تاکید شده، یعنی ما زیاد داریم روایات و آیات و احادیثی که تاکید به این میکنه که باید در زندگی مسلمان مهربانی، رحمت، بخشندگی غالب باشه. بله. از جمله ما میبینیم که حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمان ان الله یحب الرفق فی الامور کلیه. الله متعال مهربانی و رفق و نرم خویی و برخورد نرم رو در همه امور دوست داره. بله. یعنی خود الله متعال دوست داره ما در کل کارامو، در کل برنامه‌مو، در کل امور زندگیمو ما با محبت، با رفق و مهربانی تعامل کرده و این محبت خدا رو جلب کنه. یعنی عمل کرده ما با مهر ما، عمل کرده با رحمت ما منجر به این میشه که محبت خداوند نصیب ما باشه. همچنین چیزی که داریم که الله رفیق یحب الرفق. الله متعال خودش رفیق است، خودش مهربان است، خودش با نرمی بر خود میکنه با مخلوقات خود و مهربانی و رفق و نبیره هم دوست داره. حدیثی که جلاله خود میفرمایند که نتیجه مهربانی و نتیجه خشونت مطرح میکنه، میفرمایند که ان الرفق لا يكون في شيء الا ذنبه ولا ينزع عن شيء الا شانه. مهربانی و رفق و نرمخویی و برخورد نرم در هر چیزی باش و زینت میده. یعنی هر کار ما و هر برنامه ما و هر امر ما و هر مسئله زندگی ما که با رفق و با مهربانی و رحمت همراه بود زینت داده شده است، قشنگ زیبا میشه. انسان در پرتو چین برنامه احساس آرامش و راحتی میکنه. بله. و برعکس هر برنامه ای که در اون محبت نبود، مهر نبود، در اون رفق و مهربانی نبود، او عیب داره، او زشت و ناشایسته. هر کار ما در زندگی شخصی خود، در زندگی خانوادگی خود یا در امور وظیفه خود نگاه میکنیم با کسان روبرو هستیم که تمام تعامل اونا و خود اونا با اساس رفق و مهربانی و عطوفت است، زندگی قشنگ در کنار اونا. اگر جایی با انسان‌های همکار هستیم و روبرو هستیم اونها کل زندگی اینا خشونت و پرخاشگری و داد زدن است، اصلا کار کرده نمیتونه اینجا. شاید بعض افراد به خاطر ضرورت زندگی خود مدت همراه کس کار بکنن اما قلبا نمیخوان کار کنن. اگر ما با رفق و با مهربانی و با رحمت با دیگر تعامل کنیم، همکارا ما و دوستان ما و اعضای خانواده ما با دل خود کار میکنن. بله. قلبا خوش هستن که همراه ما به ما راستی کار بکنن. همچنین ما در زندگی عملی پیامبر صلی الله علیه و سلم میبینیم قضیه مهربانی و قضیه رحم داشتن و دور از خشونت خیلی خیلی غالب است. از زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم نماد از خوبی هاست. بله. نماد از مهربانی هاست. جالب که یک مورد ما داره، یک کسی میاد، یک بادی نشین، یک کسی که از
امور اجتماعی خیلی بلد نیست و خلاص میاد پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم و او با پیغمبر به خود بسیار زشته میکنه، اما پتوی پیغمبر کش میکنه و که گردن پیغمبر حتی اذیت میشه و آثار هم میمونه. مکم میگه محمد بده برای ما از این پول هایی که غنیمت گرفتی. تو که غنیمت برای اون نفر خودش مستقبل، غنیمت برای کسی میرسه که خودش به سنگر جهاد بده. بله. اون شخص شنیده که مردم غنیمت گرفتن، آماده میگه برای من بده. این بسیار با روش خشن و بخشورت. بعد پیامبر صلی الله علیه و طرف نگاه میکنن، لبخند میزنن. ببینید اون شخص آماده، شخص نفهمه، شخص بر خود زشتم کرده، حقم نداشته، ناحقم داد سر پیامبر داد زده، پیامبر مهربانی چی میکنن؟ میخندن بهش میگن بریم بزیار چی مایه بریم. و در نمونه زیاده حتی ما در اسلام در قضایی که جهاد در اسلام یا قضای قضاوات پیامبر و فتوات اسلامی که ما داریم، ادهی از دین ستیزا و از این قضاوات اسلامی به تغییر به خشونت میکنن یا بگن که اسلام دین خشن است که اسلام میگه جنگ بشه و قضای حدود که مطرح است. واقعیت اینه که در اسلام هم این فتوات جایز شده و مطرح شده است و مسلمان ها به شرایط میتونن داشت با دگاه بجنگن، طبیعت هم خود در زندگی گاه برخورد های بین کشورها و محیط ها میشه. همه فتوحات اسلامی و همه قضاوات به مسلمان هم سراسر مهربانی است، سراسر به عاطفت برخورد شده است. از جمله نمونه هایش مثلا برخورد خیلی زیبایی با اسیران، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در قضاوات خاص اسیر میگرفتن، دستور هم میگه که باید با اسیر مثل خودش عمل خود بشه. یعنی چی؟ یعنی غذایی که میخواد بسیار از ما غذا باید بدیم، هیچ خشونت، هیچ تنبیه، هیچ لتکوب اسیر نباید بشه. تا وقت سرنوشت اسیر مشخص میشه، اسیر خب یا آزاد میشد یا زندانی میشد یا تبدیل میشد، مبادله و هر قسمی که بود، تا وقت سرنوشت اسیر مشخص میشد، با اسیر هیچ آسیبی نرسوندن پیامبر صلی الله علیه و سلم. و حتی از کشتن افراد ملکی با شدت منع کردن. ما در این مورد دارم که در یک از غزوات یک خانم کشته میشه از کفار. پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی ناراحت میشه، خیلی ناراحت میشه. کی بوده؟ چرا کشته میشه؟ چندین بار با الفاظی که کی کشته، چرا کشته شده این غزوات، چرا که زن خب تفنگ نداشت و مثلا نبود و به جنگ نماده بود، خب نماد کشته میشه. حالا قصه ما میبینیم که در این غزوهایی که جای جنگ است و جای برخورد است، به اینجا هم میبینیم اسلام خشن نیست، اسلام با مهربانی تعامل کرده بر خود بکنه. همین قسمت در زندگی صحابه هم یک قدر خوب داریم. صحابه که در مکتب پیامبر صلی الله علیه و سلم تربیت شدن، اونا هم ببینیم با رفق و مهربانی با دیگر تعامل کردن. زندگی سراسر مهربانی هاست. یعنی در هیچ مورد ما ندارم که با در فتوحات اسلامی و در پیروزی ها با مردم، بخصوص مردم عادی، با مردم ملکی بر خود سخت شده باشه یا بر خود با خوشحال شده باشم. به خاطر ما نتیجه که از این کار میگیریم اینه که اسلام دین خوبی هاست، دین مهربانی، بخشش و عطوفت است و خشونت در اسلام جایگاهی نداره. همیشه خشونت نکوش شده، خشونت در هیچ جای در هیچ مورد در اسلام جایگاهی نداره که ما خوب کسی مسلمان به ایسی پیروان این دین بیاییم با تمسک با آموزهای ناب اسلامی خود از خشونت ها و از جنگ ها و از دربدری هایی که ملت ما نابود کرده دست بکشیم. تشکر. دین اسلام دین الگوست. ما میبینیم که پیامبر داریم همچون که الگوی زیبای داره که میبینیم افراد در اون وقت گروه ها گروه گروه میادم از اخلاق پیامبر، از این رفتار پیامبر مسلمان میشدن. چنانچه یک قصه ما دارم که یک پیرزن با از این الگویی که از پیامبر، از اخلاقی که پیامبر در قبال از او انجام داد مسلمان شد. همچنین میبینیم افراد متعدد زیادی با این الگوی و رفتار که پیامبر داشت مسلمان میشد. پس ما چی بیتره که انشالله از این بعد خشونت بذاریم کنار، بیاییم یه هفته که چند روز هم میشه از صلح انشالله آغاز شده و همیشه به این قسم به صلح و در آسایش و خود زندگی خود تیر کنیم. فواید از بین بردن خشونت چیست؟ آیا در جامعه‌ای که خشونت باشه، او جامعه چگونه میتونه خود استوار نگه داره نسبت به جامعه‌ای که در آن خشونت هیچ وجود نداره؟ اصلا خشونت معنی نداره، خشونت وجود نداره میشه. دقیقاً وقت اینه که امروز به روز قضای سیاسی مطرح است، قضیه کاهش خشونت که مطرح شده که بله. چند هفته‌ای و توقع ملت اینه که این کاهش نه بلکه خشونت از بین بره، کلا طرف های درگیر در کشور با هم بشینن و بیان به خاطر منافع ملی خود، به خاطر ارزش های اولیای اسلامی و ملی خود
همین خشونت ها و این جنجال ها ترک کرده و بیان به طرف صلح و آشتی ملی. اما اگر چنین کار بشه، یعنی خشونت از بین بره و این ملت درست، چه فواید داره؟ وقت اینه که اگر ما اینطور نگاه بکنیم که خشونت چه بلاهایی میاره به سر کشور، کشور خود نمونه خوبست. خشونت و جنگ و زده خود بخصوص جنگ های داخلی، جنگ های بدون دلیل، جنگ های به خاطر منافع شخصی، ما در فرانسه چندین سال متاسفانه درگیری جنگ ها هستیم، ملت نابود میشه. با خشونت ملت نابود میشه، زیربناها از بین میره، علم و دانش نابود میشه، فقر گسترش پیدا میکنه، جهل و نادانی فراگیر میشه، بی‌امنیتی، قتل و کشتار، همه اینا افزایش به خاطر چی؟ که امنیت نیست. امنیت که نبود همه چیز ضایع میشه و این خشونت ها امنیت از بین میبره. حالا ما اگر بتونیم با این طرف های درگیر در کشور، اگر به خاطر خدا و به خاطر منافع ملی خود دنگ کلر بگذارم بیان با هم بشن و آشتی بشه و خوشت ها از بین برن، از اون فوایدی که برای ما خیلی داره اینه که ما میتونم اونها به خاطر این فواید توجه بکنم و از اونها با قاطعیت بخوایم که خوشت ها پایان بدن. یک از فواید اینه که در جامعه که خوشت از بین بره، اونجا آرامش پیدا میشه، آرامش روحی و معنوی. واقعیت اینه که اگر در زندگی انسانی آرامش روحی وجود نداشت، انسان از لحاظ روحی راحت نبود، کل امکانات مادی هم باشه هیچ ارزش نداره. وقتی که انسان از لحاظ روحی آرام بود، اگر امکانات مادی کم باشه بازم گذره خود میکنه پیش میره زندگیش. با نبود آرامش روحی زندگی بی معنا است. انسان به گونه خلق شده که روح انسان بخش عمده زندگی انسان تشکیل میده و اگر روح آرام بود جسم آرام میشه و زندگی انسان سر سامان مییابه و در نبود خشونت روح انسان آرام میشه. امروز ملت ما و افراد جامعه ما الاز روحی خسته هستن، الاز روحی بیتابن، آرام نیستن و ناراحت هستن. ما دارم بی جنگ ها، بی خشونت ها، زنان زیاد بیوه شدن، پدران زیاد به فرزند شدن، مادران با اعضای فرزند خود نشستن و خواهر با اعضای برادر خود گریه کردن. این قصه ما فرزندان یتیم که داریم در کشور خود معیوب معلول داریم، همه اینها منجر به شده که الاز روحی ملت ما دردمند باشن، احساس رنج و دردی بکن. و اگر خشونت از بین بره و این جنگ خانمانسوز و جنگ ویرانگر و جنگی بی دلیل، جنگی بی منفعت این نابود بشه و ملت در یک آشتی ملی با هم زندگی کنن، این آرامش ایجاد بشه. وقتی آرامش ایجاد شد کل زندگی ما هم سر سامان میاد. از جمله دیگه از فواید از بین بردن این خشونت ها اینه که کشور پیشرفت میکنه. وقت این جنگ ها ملت ما عقب کشونده، کشور ما عقب مانده شده، لحاظ علمی پیشرفت میکنه، لحاظ اجتماعی و لحاظ سیاسی، از کل بخش های زندگی ما، کل بخش های حکومت دوی کشور ما و کل بخش های ملت ما پیشرفت میکنه در پرتب چی؟ در پرتب صلح و آشتی. و اگر این خشونت ها نبود بشه، مطمئنن به طرف پیشرفت قدم خواهیم گذاشت و دستاوردهای زیاد در قسمت خواهیم داشت. و دیگه از دستاوردها اینه که از فواید از بین بردن خشونت اینه که از فرار مغزها جلوگیری میشه. خیلی از دانشمندان ما، خیلی از محصلان ما، خیلی از انسان‌های چیز فهم ما به خاطر جنجال‌ها و مشکلات فرار می‌کنن و این استعدادها و این توانایی که بعد به خاطر ملت استفاده می‌شد، باید استفاده بشه. استعدادی که جوان و مادر باید برای ملت خود استفاده کنن، برای کشور خود استفاده کنن. این توانایی‌ها و این استعدادها با وجود جنگ و خشونت فرار می‌کنن، خیلی همینجا سرکوب میشن و نابود میشن و از بین میرن، خیلی هم به کشورهای دیگه میرن که دیگه ملت‌ها گزار استفاده می‌کنن. خوبه که ما با ایجاد صلح پایدار و با ایجاد یک آشتی ملی و با از بین بردن دائمی خشونت بیایم کنار هم بشینیم که علمی توانایی‌های ملی ما و جوانان ما و استعدادها فرار نکرده و برای منافع ملی ما استفاده بشه. تشکر آقای احسان عزیز. در اخیر اگر راهکارهای رسیدن به خشونت، راهکارهای رسیدن به صلح یک پایدار بیان کنیم، خیلی چی چی راهکارهای بعد یک ملت در پیش بگیره تا بتونه به صلح دائمی و ماده العم دست بیاره؟ دقیقاً وقت اینه که در هر قضیه باید ما روی راکارها و رایل ها بحث بکنیم. در قضای افغانستان که ما چگونه میتونیم، چه راکارهای وجود داره که ما بتونیم به یک کشور صلح سراسری و آشتی ملی ایجاد بکنیم؟ یک از راکارها اینه که التزام به آموزه های اسلامی. قبلا ما شاید اسلام دین صلح است، دین آرامش است، دین محبت است. علمی آموزه های اسلام اگر عملی بشه، اگر طرف های درگیر با این آموزه ها ملتزم باشن، مطمئنن صلح ایجاد میشه. چرا که آموزه های اسلام برای ما دستور میده که شما با هم مهربان باشیم، با هم دیگر ببخشیم، با هم آشتی بکنیم، با هم صلح داشته باشیم. علی مسلمان خشونت نکنه، مسلمان نابود نشه، مسلمان تحقیر نکنه. حتی در اسلام تعرض به آبروی مسلمان جرم است، گناه است.
چه رسه به اینکه جسم و جان یک مسلمان نابود بشه. بنابراین التزام با آموزهای ناب اسلامی مهمترین راهکار است. و همیشه ما مشکلاتی که کشور داشتیم سالهای سال و حالا هم که گیربانگیر ما هستیم با این مشکلات اینه که با آموزهای اصیل اسلامی عمل نشده. گاهی آموزهای اسلامی درست تفسیر نکرده مفسر مسلمان و خیلی وقتا هم عمل به اون نشده و خیلی کسا هم اسلام بد فهمیدن. اسلام بین همه زیبایی ها و بین همه خوبی ها گاهی میبینه بین جامعه رقم بد جلوه کرده. برمیده به همین قضیه که ما اسلام ناب و اسلام اصیل را بعد دقیق بشناسیم و عمل بکنیم و شناخت بین عمل هم بی نتیجه است. وقتی ارزش داره آموزه ها که در زندگی ما پیاده بشه و ما نماد از این خوبی ها و زیبایی اسلام باشیم. دیگه از راهکارها اینه که اولویت به منافع ملی نسبت به منافع شخصی خود. یکی از عوامل جنگ در کشور ما این سالها منافع شخصی افراد بوده. هر کدوم به خاطر منافع شخصی خود آمدن ملت خراب کردن. اگر این افراد و این طرف های درگیر منافع ملت در اجیاد قرار بدن، منافع ملت در اولویت باشه، منافع شخصی در مرحله دوم. وقتی اگر ملت آروم بشه، صلح باشه و پیشرفت باشه، همه اوضو بره میگیریم. دقیقا این افراد هم که ها را بخاطر منافع خود مخان خوشحت باشه، اونا از آب گلاویت برو خود ماهی بگیرن، اگر اونها هم در سایه این آرامش باشه، اونها هم از زندگی خود بهره مند هستن، اونها هم در سایه این صلح و آرامش از زندگی خود استفاده کرده میتونن. به این خاطر منافع ملی اگر در اولویت قرار گرفت، خود به خود آشتی ایجاد میشه. باید از توقع جدی که ملت داره از این طرف های درگی اینه که بیان یک بار به خاطر ملت، به خاطر منافع کشور خود، به خاطر آموزهای ناب اسلامی خود، به خاطر ایمانی که به خدا دارن، بیان از منافع شخصی خاطر بشن. خیلی ظاهرا شاید ضربه بیدن گاهی کسی که فلان به این جریان درگیری ها منافع گرفته و صاحب ثروت شده، برای شاید سخت باشه که اینا راه کرده و یک گوشه بشینه، اما به خاطر منافع اولیای کشور ضرور است که کارو بکنه، منافع شخصی خود رها کنه با خاطر منافع ملی. اگر منافع ملی رشد کرد و کشور پیشرفت کرد، خودش از این منافع بهره میگیره، فرزندم از این امنیت استفاده میکنه و خانواده هم استفاده میکنه، همون گونه که خودش در آسایش آرامش میرسه، هزارها مسلمان دیگه هم در آرامش آسایش میرسن. و آخرین عاملی که من فکر میکنم راه کار کسی اینه که ایجاد تفاهم بین گروه های درگیر است، با هم بفهمن چی میخوان، با هم به گفتگو برسن، به نتایجی برسن. وقت اینه که گاهی قضیه به گناهی پیچیده است که نمیفهمه که طرف چی میخواه، توقعش چی است. فهمیدن یک دیگر، فهمیدن نیازمندی ها و خواسته ها و اهداف و برنامه ها کمک میکنه که به صلح آشتی برسیم. توقعی که ملت داره از طرف های درگیر و اینه که نمی خشونتی که کاهش خشونتی که ایجاد شده می چند روز و مردم راحتن، وقتی این احساس آرامش میکنن. آنچه که این نمره خیلی واضح امیر روزا قضای آنتن های مخابراتی فعال است و کل قریه ها راحت میتونن مشکل حل کنن. وقتی این به قریه دروده است، اگه ببینید وقتی که آنتن نبود، موبایل قطع بود، مریض عاجل میشد، موتور نبود، خیلی کسا شاید هلاک شده باشن، شاید اگه به دکتر میرسید به تداوی خیلی اندک خوب میشد، اما با نبود امکانات، با نبود وسایل هلاک ملاکت رسیده باشه. به این خاطر یک از منافع خیلی عاجلش همی است که مردم راحت میتونن از این امکانات استفاده بکنن. و اگر امنیت باشه و آشتی باشه و خوشحال نباشم، سفر کردن، سیر زهاد رفتن، رفتن به ولایت دیگر به هر وقت شب روزی در آسایش انسان هاست و این خیلی ارزشمنده. خوبه که با تمسک با موزای اسلامی و با اولویت دادن به منافع ملی، انشالله امیدوارم که دغدغه‌ای که شروع شده و گپایی که سفلان به نتیجه برسه و گوشتی ملی کشور نصیب بشه. تشکر آقای احسان عزیز. چنانچه خداوند جل جلاله در قرآن شریف می‌فرماید و صلح و خیر در صلح خیر است. پس امیدواریم که همین صلحی که فعلا به وقوع پیوسته تا اخیر زندگی همگی من و شما، تا حتی نواسا و هر مگی که از افرادی که آیستاسه رو بروش هسته، انشالله تا اخیر همین صلح در جامعه ما بماند. یک میان برنامه کوتاه میگیریم، بعد از میان برنامه با شما خواهیم بود.